بشم اشم نصب نصیح تفیله و تفیله همگی به خوبی تیت قبل براسون قبول باشه. از هارف داوید اوزری، یکی از ربانیم بزرگ سفاردی که در کامیونیتی اسرائیلی سوریه نیویورک زندگی میکنن. بله، یک داستان بسیار جالب و آموزنده، داستان واقعی شنیدم. ایشون میارن که یک شوهری بوده که این شوهر 20 سال بوده که روزی چند بار در تفیلای شمونسته، تفیلای لخش، به درگاه الهی دعا میکرده. آقا دشبار خوب میشم دعا میکرده خدایا به من و همسرم فرزند عطا بفرما. بعد از 20 سال این شخص دیگه گیواب میکنه، ناامید میشه، لالمی ناامید میشه، میگه خدایا اگه 20 سال من ازت خواستم به من ندادی، بس دیگه، یا من صلاحیت ندارم یا هر چیزی که هست، من دیگه به تفیلا نمیخونم. لالنو این شخص اینطور میگه، میگه خدایا من دیگه در تفیلای خودم ازت خواسته بچه رو نخواهم پرسید. و این شخص فردا روزش میره کلیسا، تفیلای شمونسته رو شروع میکنه، میرسه اون قسمتی که همیشه از حق و دشبار خو درخواست بچه میکرده و روی عادت دوباره شروع میکنه خدایا به من فرزند بده. یک دفعه یادش میاد که داره چیزی از اشه میخواد که تصمیم گرفته بوده که نخواد، و وسط تفیلا قطع میکنه. همون موقع صدای بچه میاد که داره گریه میکنه. نوزاد تو کنیسا؟ نوزاد از کجا پیدا شده؟ اینو به عنوان یک علامت الهی میگیره، پیغام خدایی، و گریه کنان تفیلا میخونه به خدا، میگه خدایا همینطور که این بچه داره گریه میکنه به منم یه بچه بده که این بچه تو بغل من گریه کنه، فرزند نوزادی بده که گریه کنه. بعد از تفیلا میره پرسجو میکنه این بچه نوزاد کجا بوده، چی شده، چرا اومده وسط اومده کنیسا، و میفهمه که یک پدری تو اون کنیسا بوده که این فرزندش شبا نمیخوابیده و دل درد یا هر چیزی که بوده این بچه تا صبح گریه میکرده. دم صبح بچه خسته میشه، خوابش میره، پدره و مادره که شب تا صبح بیدار بودن تصمیم میگیره این نوزاد رو بیاری کنیسا که زنش بتونه با یه خیال راحتی بخوابه. و اون موقع، دقیقا همون موقع، وسط تفیلا، اون جایی که این تفیلا میخواسته بخونه، این بچه از خواب پا میشه و گریه میکنه و این تفیلا میخونه و چی میشه؟ بچه حقادش برای خوبش بچه میده. بعد از 20 سال صاحب فرزند میشه. ناامید شد ولی حقادش برای خوبش گفت ناامیدی در یهودیت وجود نداره. در یهودیت همونطور که بارها یاد گرفتیم، آدم همیشه باید به درگاه الهی راز و نیاز کنه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، بعضی وقتا جواب راز و نیازهای ما نست، ولی هرگز نباید ناامید بشیم. ان شاءالله هاشم کمک کنه که همه نیازهای ما رو قوم حقادش برای خوب عزت هاشم تیت قبل به سر براسون حقادش برای خوب بسونه، سلامتی همه خوله اسرائیل باشه، مخصوصا الیشه و توبا، بعد سارا و هر کسی دیگه که در نظر دارید. الیزر بن فهروخ، شما سارا بدسته، اریلا بعد شارونا، ایتن بن شارونا، ایتن افریش میشه چی تیت خبه براسون بنامر.